دارسی چند لحظه نشست، اما بعد بلند شد و شروع کرد به راه رفتن در اتاق. الیزابت متعجب بود، اما هیچ نمی گفت. بعد از چند دقیقه سکوت، آقای دارسی با قیافه هیجان زده به طرف الیزابت آمد و گفت: هر چقدر کلنجار رفتم بیفایده بود. اثری نداره. احساساتم مهار نمیشن. با اجازه شما میخوام بگم که شما رو جدن ستایش میکنم و دوست دارم. سلام. سحر بیرانوند هستم، از گویندگان نشر صوتی آوانامه. من گویندگی کتاب غرور و تعصب اثر جین استین رو برعهده دارم. در این کتاب، در این عاشقانه کلاسیک فوق‌العاده، شما میتونین با عشق روبرو بشین، با تمام لایه‌هایی که عشق رو در خودش نگه داشته و شما باید تک تک اونها رو کنار بزنین تا به عشق واقعی برسین. همونطوری که از اسم کتاب مشخصه، غرور و تعصب، عشق در این لایه‌ها گم شده و تا زمانی که نتونیم این صفات رو کنار بذاریم به عشق واقعی دست پیدا نمی‌کنیم. جین استین جز اون دست از نویسنده هایی که طرفداران خاص خودشو داره، کسانی که با کلام او، با حس و حال دنیای او میتونن ارتباط خاصی رو برقرار بکنن. خیلی به نظر من نوشته های جین استین برگرفته است از آرزوهای خودش، از آمال خودش، و به نظرم مردم زمانه خودش رو خیلی خوب میشناخته و از طرفی هم چون دقیق میشه معمولاً به ریز به ریز شخصیت آدم ها، ذهنیاتشون، تصوراتشون و مهمتر از اون برخورد آدم ها و واکنش هاشون نسبت به همدیگه، همین هم باعث میشه که وقتی بعد از گذر سالها رمان های جین استین رو میخونیم، به نظرمون میرسه که این احساسات و عواطف انسانی خیلی در این روزگار ما هم جاری هستن. جین استین یک الیزابتی رو هم خلق کرده که از اون بایدها و نبایدهای قدیمی و رسوم خاک خورده به دوره و هم از زمانه خودش جلوتره و همین که به معنای واقعی کلمه خودشه و سعی نمی کنه که با معیارهایی که جامعه براش تعیین می کنه جلو بره. آقای دارسی، با این طرز اومدن و گوش کردنتون قصد دارین منو بترسونین؟ بله؟ درسته که خواهرتون خیلی خوب پیانو میزنن، ولی من نمیترسم. من نوعی سرسختی دارم که نمیذاره تحت تاثیر دیگران به ترس و واهمه بیفتم. هرچی بیشتر بخوان منو بترسونن، دل و جرأتم بیشتر میشه. آقای دارسی جواب داد: نمیخوام بگم که شما اشتباه میکنید، چون واقعا معتقد نیستید که من قصدم ترسوندن شما بوده. من اونقدر افتخار آشنایی با شما رو دارم که میدونم شما گاهی از اظهار عقایدی که عملا عقاید خودتون نیست خوشتون میاد. الیزابت به این تصور دارسی از ته دل خندید. زندایش گفت: ولی نگاه کن، جین اینقدر را به ویکام بدگمان نیست که فکر کنه چنین کارایی از دستش برمیاد. جین مگه به کسی بدگمان میشه؟ هر کسی با هر سابقه‌ای به نظر جین نمیتونه دست به چنین کار زشتی بزنه، مگه اون که کاملا عیان شده باشه. ولی جین هم مثل من میدونه که ویکام واقعا چه جور آدمیه. هر دو میدونیم که اون به تمام معنا هرزه و بیبند و باره، نه راستی و صداقتی داره، نه بویی از شرافت برده. همونقدر که دل میبره، دروغگو و دقلم هست. آره دیگه، اینجا داره صحبت میکنه باهاش که: نمیخوام بگم شما اشتباه میکنید، چون واقعا معتقد نیستید که من قصدم ترسوندن شما بوده. من اونقدر افتخار آشنایی با شما رو دارم که میدونم شما گاهی از اظهار عقایدی که عملا عقاید خودتون نیست خوشتون میاد. در راستای برنامه‌مون برای تولید آثار ادبی کلاسیک، ترجمه‌های آثار خانم جین استین رو بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ترجمه آقای رضا رضایی که نشر نی منتشر کرده بهترین ترجمه فارسی است. برای ضبط این کتاب ما به صورت معمول یک گوینده انتخاب می‌کردیم که کل کتاب رو روایت می‌کرد.
اما برای آثار جین آستین تصمیم گرفتیم که کتاب رو با دو گوینده اجرا بکنیم، به این صورت که راوی و شخصیت‌های زن رو خانم سحر بیرانوند اجرا و گویندگی بکنن و شخصیت‌های مرد توسط آقای محمود قناعت‌پیشه روایت بشه. می‌دونستیم که این کار چالش‌های بسیاری داره، مخصوصاً به خاطر اینکه دو گوینده همزمان کار ضبط رو انجام نمی‌دادن، ولی به خاطر جذاب‌تر شدن این اثر این کار رو انجام دادیم که با گویندگی خوب و حرفه‌ای خانم سحر بیرانوند، آقای محمود قناعت‌پیشه و با نظارت خوب و دقیق خانم فاطمه رحیم‌زاده این کار به خوبی و درستی انجام شد و امیدوارم که مخاطبین هم از این کار لذت ببرن. از چالش ضبط این کتاب اگه بخوام بگم، میتونم به دو گوینده بودن این کتاب اشاره کنم. چالشی که برای من به عنوان ناظر ضبط و صدا بردار وجود داشت این بود که تنظیم بازی ها به عهده من بود، که وقتی به صورت جدا دیالوگا خونده میشه خروجی کار در نهایت یک دست باشه. من دوست داشتم خب این کتاب رو هم مثل خیلی تجربه های دیگم تک نفره در واقع روایت کنم و برای تمام شخصیت ها، چه خانم چه آقا، تیپ های مختلفی داشته باشم. حتی برای دارسی، خب شخصیت اصلی مرد این داستان، یه صدای مورد نظری داشتم که فکر میکنم خیلی میتونه جذاب بشه. اما بعد که پیشنهاد دادن این کار دو گوینده باشه و اینطور پیش بره، با شنیدن صدای آقای قناعت‌پیشه و حالا خیلی از گویندگان آقای دیگه که صداهای فوق‌العاده‌ای دارن، حس کردم میتونه خیلی جذاب‌تر بشه، میتونه تأثیر بهتری داشته باشه و این عاشقانه رو پررنگ‌تر و با هیجان بیشتری روایت کنه. به خاطر همین خیلی خوشحال شدم، به نظرم پیشنهاد مناسبی بود و قبول کردم. به نظر من همین رنگ‌آمیزی صداها که یک خانم هست در کنار یک آقا میتونه به جذاب شدن داستان کمک بیشتری رو بکنه و مخاطب باهاش احساس نزدیکی بیشتری رو هم میکنه. اینکه تمام کاراکترهای مرد توسط صدای آقا اجرا بشن، تمام کاراکترهای زن هم توسط یک خانم اجرا بشن، دیالوگ ها روبروی هم گفته میشه و گاهی اوقات شاید راکوردش حفظ نشه، راکورد حسی اون داستان حفظ نشه، ولی خدا رو شکر اینجا ناظرمون سرکار خانم فاطمه رحیم‌زاده حواسشون به این چیزها هست و سعی میکنن که حتی بخشهایی رو مجدداً برای ما پخش کنن، جاهایی که خیلی پرچالشه، دیالوگ ها احتیاج به این داره که حتما دیالوگ طرف مقابل شنیده بشه و این باعث میشه که ضبط های ما گرچه جداست اما اون حس داستان و اون فضای کلی بین کاراکترها حفظ بشه و امیدوارم که در این زمینه بتونیم موفق باشیم که یکی از بزرگترین چالش هاست در ضبط این کتاب صوتی. این سکوت از نظر الیزابت خیلی بد بود. بالاخره با لحنی که سعی داشت آرام باشد گفت: پس این پاسخی که افتخار شنیدنشو دارم. شاید دلم بخواد بدونم که چرا در عین بی‌نزاکتی به همین راحتی پاسخ منفی شنیدم. ولی خب مهم نیست. الیزابت در جواب گفت: منم میتونم از شما سوال کنم که وقتی به این صراحت قصد داشتین ناراحت و تحقیرم کنین، چرا تصمیم گرفتین بگین که به رغم خواستتون، به رغم عقل و منطقتون، حتی به رغم شخصیتتون دوستم دارین؟